من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی ها درد داریم. به شما هنوز از رو نمیدید و اصرار دارید به حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه. درود به انسانیت شما. و تلویزیون ملی ما تلویزیون کلمه است، نه تلویزیون خودمون. سلام، شبکه کلمه. اینجا مساجد اهل سنت، شما تو اینترنت چک کنید 10 تا مسجد هست. چرا میگید مسجد اهل سنت ندارن در تهران؟ اینو لطفا تصدیق کنید. تشکر. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله و علی آله و ازواجه بذریته و اصحابه و من والاه. و اما بعد، رسول الله فرمود من سن سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها و من سن سنتا سیئتا فعليه بذرها و بذر من عمل بها. هر کسی که یه سنتی، یه روش حسن و زیبایی به جا بذاره، براش اجر و پاداش فراوان هست. و هر کسی که از این روش و سنت اطاعت کنه، عمل کنه، هر عمل خیری که کنه بر اون مبدع اون سنت پاداش می نویسن و برعکسش هم هست. هر کسی که یه روش کثیف و پلیدی رو به جا بذاره، هر گمراه شده ای اون روش رو انجام بده، گناهش رو برگردن همون ابتداییش می نویسند. سنت کثیفی که سامری در بین مردم گذاشت، اونم در بین مردم بنی اسرائیل، گوساله پرستی است، گذاشتن یه چیزی به جای پرستش الله تعالی، بیچاره کرده. و تا به الان به انواع مختلف مردم بسیاری گاو سامری میپرستند و افتخارم بهش میکنند. پیش گاوی سجده کردی از خری، مولانا گفت عقلت سید سحر سامری، چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال، اینت جهل وافر و عین زلال. شه بر اون عقل، یعنی توف بر اون عقل، شه بر اون عقل و گزینش که تو راست، چون تو کان جهل را کشتن سزاست. کشتن به معنی سربریدنش نیست، اطاعت نکنی خود خودکی از بین میره دیگه. سامری گاب زرین بانگ کرد، آخر چه گفت؟ که مقان را این همه رغبت چه گفت؟ زان عجبتر دیده اید از من بسی، لیک حق را کی پذیرد هر خسی؟ باطلان را چه رو باید باطلی، عاطلان را چه خوش آید عاطلی؟ ای شیعیان، ای مردم شیعه، بینی و بین الله، پرسیدید که امام رضا علیه السلام رزق حلالش از کجا در می اومد؟ شغلش چی بوده؟ با کی رفاقت داشته؟ توحید از نظرش چی بوده؟ نبوت چی بوده؟ معاد چی بوده؟ علمش چی بوده؟ چجوری نماز میخونده؟ چجوری در پاک کردن فقر و بیچارگی تلاش میکرده؟ پرسیدید ای امام جعفر صادق علیه السلام، جد ننه تو، جد بابای تو کی بوده؟ هیچ میدونید؟ جد مادریش امام ابوبکر، جد پدریش امام علی علیه السلام. آیا به نظر شما پرستیدن قبر این بزرگان همون پرستیدن قبر لات و منات و عزاب و یسر و ود و یعوق و اینا نیست؟ بله. الو، سلام علیکم، وقتتون بخیر. شبکه کلمه، من همتی هستم از کرمانشاه. خواستم ببینم آیا شما از چه جایی تغذیه میشین که میخواین بین شیعه و سنی تفرقه بندازین و چنین وقتهایی
سوالاتی یا جوابهایی دارید. شما چی کار داریم به کار ما که ما شیعه هستیم یا سنی هستیم؟ خواستم ببینم اینقدر ماشاءالله صحبت میکنین در مورد یارستان چی میدانین؟ اینو خواهش میکنم بفرمایید، منم به گوش هستم. سلام، خسته نباشید. کسانی که از خامنه‌ای طرفداری میکنند آیا میدونند که تخصص خامنه‌ای چیه؟ چه کار است؟ آیا پزشک یا کارخانه دار تو کارخونه داری چیزی سرش میشه یا تو حکومت سرش میشه چیزی؟ هیچ چیز سرش نمیشه. یک دروغگو، یک کذاب، یک بیشرف است که ما مردم را و کشور ما را ویران کرده. جز دروغگویی هیچی بلد نیست. حاک تو سر اینجور رهبرا و حاک تو سر اینجور طرفدارایی که از خامنه‌ای پیروی میکنند و طرفدارش هستند. و شما طرفداران بیشهور خامنه‌ای عربستان را مثال میزنید. حالی یک نفر تو عربستان یه کاری میکنه ربطی به دولتش نداره و اونجا هم معروفه مردمش سیرن و کسی هم اونجا دزدی کنه همه میدونن که دستش قطع میشه و اینجا رهبران شما دزدن و خدا هم اون رهبرتون رو اول انقلاب دستش رو قطع کرد و نشانه برای دیگر دزدان کرد که عاقبت دزدی دست قطع دستش قطع میشه کسی که دزدی میکنه. ممنونم استادان و ممنونم از شبکه خوب کلمه و برادر خوبم استاد کیانی و استاد هاشمی، استاد ترشابی و برادر خوبم استاد خدمتی و دیگر بزرگواران. فعلا خدا نگهدار. شبکه کلمه، شما خودتونم نوکر یهودید، با جمهوری اسلامی دستتون تو یک کاسه است و ملت ها رو فریب میدید. 1400 ساله بازی مسلمان و فرق گرایی و شیعه و سنی در آوردی، در صورتی که قبل از اسلام هیچ دروغی نبوده. دروغ و اسلام با خودش توی مملکت آورده. اینو تمام ما میدونیم که تو صحبت ما رو پخش نمی کنی، ولی بدون آگاه باش که تنها راه در جهان یکیست، آن راه راه راستی و درستی است که به مقصد میرسونه آدمو. من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی ها درد داریم. به شما هنوز از رو نمیدید و اصرار دارید به حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه، درود به انسانیت شما و تلویزیون ملی ما تلویزیون کلمه است، نه تلویزیون خودمون.